باب دوم، حکایت 32. چه خورد بامداد فرزندم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که نامش آرامش بخش دلهاست. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خدمت شما بیننده های گرامی برنامه ادبی گلستان عرض سلام و حرمت و درود. بار دیگر در سلسله برنامه های ادبی گلستان مهمان خانه های شما عزیزان شدیم با ارائه حکایتی دیگر از حکایات گلستان سعدی. هدف ما از این برنامه آشنایی با ادبیات پارسی و تاریخ ادبیات هست و همچنین برگرفتن نکات اخلاقی و ادبی از لابلای متون ادبی ما تا در زندگی شخصی و زندگی اجتماعی ما راهگشای راه زندگی ما باشد. حکایتی دیگر از کتاب گلستان سعدی. یکی از پادشاهان عابدی را پرسید که عیال داشت، اوقات عزیز چگونه می گذرد؟ گفت همه شب در مناجات و سحر در دعای حاجات و همه روز در بند اخراجات. ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت، فرمود تا وجه کفاف وی معین دارند و بار عیال از دل او برخیزد. ای گرفتار پای بند عیال، دیگر آسودگی مبند خیال. غم فرزند و نان و جامه و قوت، بازت آرد ز سیر در ملکوت. همه روز اتفاق می سازم، که به شب با خدای پردازم. شب چو عقد نماز می بندم، چه خورد بامداد فرزندم. این حکایت دو موضوع در خود داره و به دو مسئله اشاره میکنه. یکی بحث عرفانی هست، بندگی خداوند و رابطه با خدا، و یکی بحث اجتماعی که همانا مسئولیت خانواده داشتن و مسئول خانواده بودن یک بار سنگینی است بر دوش پدران. یکی از پادشاهان عابدی را پرسید. از بین پادشاهان کسی، حالت نکره هست و مشخص نیست که چه پادشاهی، از پادشاهان کسی از عابدی، عابد یعنی کسی که عبادت میکنه، عبادت گذار، آن که عبادت خدا را انجام میده و همیشه فردی است که متوجه تقوای خود هست، که عیال داشت. که عیال داشت داخل تو چی آورده فاصله، که به معنای و او میگن اصطلاحا در از لحاظ جمله بندی و نحو فارسی به او میگن جمله معترضه، یعنی جمله کوچکی که توضیح جمله اصلی هست. اگر برم بداریم دخل و تصرفی و تغییر در اصل جمله نمیاد. یکی از پادشاهان عابد را پرسید اوقات عزیز چگونه میگذرد، جمله تکمیل هست. اما که عیال داشت به این معنی که این عابدی که پادشاه از او سوال کرد که وقت تر چی رقم تیر میکنه یا مثلا زندگی تو چی رقم تیر میشه، عیال داشت. عیال به معنای زن و فرزند، خانواده که مخارج خود رو دارن. اوقات عزیز چگونه میگذرد، پادشاهی از عابدی پرسید که اوقات گرامی شما و اوقات عزیز شما چگونه میگذرد، چه کار میکنید در زندگی؟ گفت همه شب در مناجات و سحر در دعای حاجات. شبها به مناجات، ذکر و اوراد و همچنین صحبت با خدای و خواستن از او میگذره، و در هنگام سحر نزدیک اذان و نزدیک صبح در دعای حاجات، یعنی اون چیزی که میخوام. این مسئله برمیگرده به موضوع دینی و یک از آموزه های دینی ما که میفرمایند بهترین زمان برای دعا و عبادت زمانی است که همه مخلوق خوابیده هستند، مخصوصا اون یک سوم آخر شب و سحرگاهان، آن زمانی است که خداوند به دعای بندگان خودش توجه ویژه میکنه و بندگان در اون دل شب اگر بیدار بشوند
و بعد نماز بخوانند و از خدای چیزی بخواهند رد نخواهد شد. از سر شب تا سحر مناجات میکنم، نماز میخونم و تلاوت قرآن و ذکر و اوراد و در زمان سحر حاجات میخوام و همه روز در بند اخراجات. اخراجات یعنی خرجی خانواده. در فکر از این هستم روزها به این فکر میکنم که چگونه مخارج خانواده تأمین میکنم، از چه راهی، از راه حلال که کار هست و زحمت کشی هست و کسب و اینها، تا بالاخره بتونم مخارج این عیال این خانواده را تأمین بکنم. ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت. پادشاه به حرفی که این عابد زد و به صحبت عابد و به اشارتی که کرد مثلا بحث اخراجات متوجه شد که این عابد برای تأمین مخارج خانواده دچار مشکل هست، مخصوصا اگر خانواده پرنفوسی هم باشند و مخصوصا و به ویژه در شرایط امروزی که هر قدر دنیا و تکنولوژی و فناوری پیشرفت میکنه به اون اندازه زندگی هم سخت‌تر میشه. در گذشته ها در زندگی های مردمان گذشته آنقدر تجملات و آنقدر مشکلات نبود، مخصوصا اگر در ده زندگی میکردند که تمام هم مقام منها این بود که زمینی بکارند و چند من به اصطلاح دیهاتی چند من گندمی به خانه بیاورند و بعد در طول زمستان از همی استفاده ببرند. اما امروز بسیاری از مخارج دیگر بر شانه های کسانی که باید تأمین مخارج خانواده بکنند بار سنگینی هست و برخی از این مخارج هم مخارجی هستند که جز ضروریات اصلی نیستند، اما شرایط این زمان اونها در اولویت قرار داده. مثال میتونه خیلی زیاد باشه، یکی از مخارجی که امروز کمرشکن شده واقعا بحث مخارج اینترنت هست. نمونه خیلی واضح هست، قبل از نان شکم بچه و زن و فرزند امروز باید به فکر مخارج اینترنت و گوشی و خیلی از چیزها و فناوری های دیگه باشین که مخارج بسیار کمرشکنی بار آورده، مخصوصا در مملکت ما که ارائه این خدمات کیفیت پایین و بعد اون خرجش هم و هزینهش هم بالا. ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت، متوجه شد که این عابد داره چی میگه. فرمود تا وجه کفاف وی معین دارند. فرمانی داد و به خزینه مملکت گفت که به اندازه که کفاف خانواده ایر بشه، تأمین مخارج خانواده این عابده بشه، بر از او یک وجه، یک مقدار و یک هزینه ماهوار تعیین بکنن و رزو بدن و بار عیال از دل او برخیزد تا به این وسیله غم و غصه زن و فرزند داشتن و مخارج زن و فرزند تأمین کردن از دل از او برخیزد و راحت بتونه عبادت بکنه. در آیه قرآن آیه بسیار مشهوری هست که خدا می فرماید هر آینه اولاد شما، فرزندان شما و اموال شما برای شما فتنه هستند. فتنه به معنای این که موضوعی هستند یا وسیله‌ای هستند برای امتحان و آزمایش شما. وقتی کسی که میخواد عبادت خداوند بکنه و در این حال زن و فرزندی هم داره و مجبور هست که مخارج اونها هم تأمین بکنه، اینجا در چه قرار میگیره؟ سر یک دوراهی. آیا واقعا راه خدا و عبادت رها بکنه و فقط به فکر زن و فرزند باشه تو از هر طریقی که شده برای از اونا مخارج از اونا تأمین بکنه، و یا اینکه این نار بگذاره به کنار و اونها رو فراموش بکنه و فقط به عبادت بپردازه؟ انسان‌های بزرگ حد تعادل رعایت میکنند، اما دو گروه دیگه هستن که بین افراط و تفریطن. یک دست کسان تمام هم و غم زندگی این است که تأمین مخارج خانواده بکنن از هر طریقی که بشه، و متاسفانه گاه وقت اتفاق میفته که برای اونها اهمیت نداره که این نانی که به دست میارن از سفره دیگه کسی برمیدارن یا نان خانواده دیگه هست که از اونها به زور میگیرن یا به هر طریقی حلال هست یا حرام، و همه زندگی از اونها و هم و غم زندگی از اونها فقط همین بحث مخارجه در بر میگیره و کلا معنویات و خداوند را فراموش میکنن و اصلا به فکر این هم نیستن که ما یک مسئولیت دیگه هم داریم. یک گروه دیگه که اونها افراطیونن و زیاده روی میکنن، تمام مشکلات خانواده با
بعد فراموش میکنن و کلا به این که به فکر این که تأمین مخارج بر عهده اونها هست توجهی ندارن و بعد فکر میکنن که تمام مسئولیت ما این هست که فقط باید عبادت بکنیم و زن و فرزند در همونطور وا بگذاریم. اینها هم کار درستی انجام نمیدن به خاطر از این که وقتی که مخارج خانواده تأمین از اونها تأمین این مخارج برآورده نشود، این خانواده از هم میپاشن و ممکنه که از هم گسیختگی و همچنین بیم فساد در این خانواده هست و این خانواده به فساد کشیده بشن. فقر و نداری و تأمین نشدن مخارج خانواده خود از او باعث خیلی از مشکلات اجتماعی میشه. حالا که بحث اجتماعی باز شد، بحث ادبی بود، اما چون بیننده ها میدانن که روال برنامه ما چون این هست که موضوعات باز میشه و در هر بحثی که باشه، چه بحث جغرافیایی، چه بحث تاریخی، چه اجتماعی و چه عرفانی و سیاسی، خوب هست که خوب توضیح داده بشه تا فقط صرف بحث ادبی نباشه. در خانواده ها و خانواده های سالم دو مسئله باید مد نظر قرار داده بشه که اگر تأمین مخارج خانواده خیلی در سطح پایینی باشه، یعنی کودکانی که در اون خانواده هستن، زن اون خانواده و اعضای اون خانواده کسی نباشه که مخارج از اونها تأمین بکنه، اونها برای تأمین مخارج خودتون ممکنه که دست به کارهای غیرقانونی بزنن. اگر شما مخارج یک بچه و نیاز او پول توجیبی یک بچه به صلاح به او ندین و او چیزی که او ضرورت داره به او ندین، ممکنه که عقده‌ای بشه و از طریق دیگه ای، از طریق دزدی و اعمال غیرقانونی او به دست بیاره. و اگر این تأمین مخارج بیش از اندازه باشه که بحث اسراف هست، اون خانواده باز هم از هم میپاشه، خانواده میشن به شدیدن دنیا دوست و انسانهای متکبر و آدمایی که اون درک و فهمی از معنویات ندارن، چون در پول همیشه غرق بودن و همچنین سختیر ندیدن. اگر یک زمانی کوچکترین مشکل بر از اونها ایجاد بشه، اونها نمیتونن تحمل بکنن. پس خوب هست که در قسمت مخارج هم اون حد تعادل رعایت بشه. این قطعر در حکایت بعدی سعدی حتما میه در قسمت مخارج میگه چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میخوانند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. برای تأمین مخارج هست، وقتی که دخل و خرج یک انسان، یعنی اون میزان درآمد و میزان مصرفی با هم برابر نباشه، حکایت رودی است که اگر بارانی، یعنی درآمدی نیاید، اون رود اگر دجله هم باشه به سالی تبدیل به خشک رود میشه. خب برمیگردیم به داستان. به هر حال این بار زن و فرزند و تأمین مخارج زن و فرزند باعث این میشه که انسان در قسمت عبادات که مکه سستی بکنه، اگر کسی درست نتونه تعادل برقرار بکنه بین مسئولیتی که در قبال دین و در قبال معنویات داره و در قبال خداوند داره و بین مسئولیتی که در قبال خانواده داره. ای گرفتار پای بند عیال، دیگر آسودگی مبند خیال. کسی که گرفتار زن و فرزند شدی و فقط به فکر تأمین مخارج اونها هستی، البته به معنا نیست که زن گرفتن و صاحب فرزند شدن کاری درست نیست و کسی که صاحب فرزند شد به معنا که باید دیگه دست از دین و معنویات بشوید، چون مسئولیت بزرگی بر گردن او هست. نه خیر، انسان بزرگوار و انسان‌های بزرگ و عابدین واقعی کسانی هستند که تعادل برقرار می‌کنند بین این مسئولیت و مسئولیت دینی. ای گرفتار پای بند عیال، دیگر آسودگی مبند خیال. کسی که زن و فرزند گرفتی و خانواده‌ای به اصطلاح مخارج از او برگردن تو افتاد، دیگه خیال آسودگی از سر خود خود بگذاران و مطمئن باش که دیگه آسودگی به سراغتون نمیه، چون همیشه به فکر ازی هستی که این بچه کفش نداره، او لباس مکتب نداره، او کیف نداره، او کتاب نداره، او کتابچه نداره، بعد مهمان آمده نمیفهم برنج در خانه نیست، روغن نداریم و خیلی از موضوعات دیگه که در خانواده ها هست و همه دیگه در این قسمت تجربه دارن. غم فرزند و نان و جامه و قوت، چیزهایی که ما گفتیم، غم بچه، مریضداری از اون، مشکلات دیگه، نان خانواده، جامه، لباس و قوت، یعنی غذای این خانواده، باز اتارت ز سیر در ملکوت. این همه مشکل و این همه
گرفتاری ها و دغدغه ها توی عابد در از سیر، یعنی رفتن و تفکر در عالم بالا ملکوت، یعنی عالم روحانی، عالم معنویات، از سیر و تفکر و رفتن در عالم روحانی باز می داره. همه روز اتفاق می سازم که به شب با خدا پردازم. تمام روز به این فکر می کنم که امشب من ذکر خدا رو بکنم، امشب با خدا باشم و خدا رو عبادت بکنم. شب چو عقد نماز می بندم، خود عقد به معنای گره، چیزی که بسته میشه. شب ما وقتی که شروع می کنم به خواندن نماز و عقد نماز رو می بندم و دستاخو می بندم که نماز شروع بکنم، چه خورد بامداد فرزندم. همین اول که شروع به نماز می کنم، تکبیر تحریمه و تکبیر افتتاح نماز، اولین چیزی که اولین دغدغه‌ای که در ذهن میای که صبح و بامداد که پسرم از خواب و فرزندم از خواب بیدار میشه و همسر بیدار میشه، صبحانه چی بخورن؟ پولی هم ندارم و مشکلات بعدی. این حکایت کوتاه بود، به خاطر من بیشتر توضیح دادم که خوب باز بشه. و موضوعی بسیار مهمی داشت، موضوع اجتماعی که بحث فقر هست و تأمین مخارج هست و همچنین بحث زندگی های امروزی هست که در گذشته با وجود اینکه زندگی های گذشته و تجملات نداشته، باز هم تأمین مخارج از او سخت بوده. امروز با وجود این همه تجملات و این همه نیازهایی که جز نیازهای اولیه نیستن، اما چنان روی اینها بحث شده و چنان تبلیغات شده جز همان نیازهای، حتی نیازهای اولیه هم گاهی وقتی میبینی که اهمیت از اونو بیشتر هست. به این خاطر تأمین مخارج خانواده امروز مشکل هست. با وجود همه این مشکلات ما چند تا راه حل میتونیم داشته باشیم. اول اینکه مخارج زندگی ها خوب کم بکنیم، به کم قناعت بکنیم و به زندگی های ساده عادت بکنیم. ساده زیستن به معنای مثلا بی ارزش بودن نیست، بلکه معنای آرامش هست. آنان که ساده زندگی می کنند قناعت دارند، خیلی بیشتر از دیگران دارند. چه دارند؟ آرامش و اطمینان و زندگی مرفه در. یاد من همین لحظه از اون ربایی آمد که اگه شما نکنم از رودکی سمرقندی هست: با داد قناعت کن و با داد بزی، در بند تکلف مشو آزاد بزی. در بهز خودی نظر مکن، غصه مخور، در کمز خودی نظر کن و شاد بزه. خود رو با دیگران مقایسه نکن، با زندگی مجلل دیگران خود رو مقایسه نکن. با همین کفاف اندکی که داری و زندگی سادهی که داری بساز که باعث خوشبختی میشه. حکایت یک بار دیگر از اول میخوانیم که بیشتر نکاتی که داشت در ذهن ما رسوب بکنه. یکی از پادشاهان عابدی را پرسید که عیار داشت، اوقات عزیز چگونه میگذرد؟ گفت: همه شب در مناجات و سحر در دعای حاجات و همه روز در بند اخراجات. ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت، فرمود تا وجه کفاف وی معین دارند و بار عیال از دل او برخیزد. ای گرفتار پای بند عیال، دیگر آسودگی مبند خیال. غم فرزند و نان و جامه و قوت، بازت آرد ز سیر در ملکوت. همه روز اتفاق می سازم که به شب با خدای پردازم. شب چو عقد نماز میبندم، چه خورد بامداد فرزندم. خب در پایان این حکایت خوب هست به این آیه هم، آیه سوره تغابن، آیه 15 این سوره مبارکه بیام اشاره کنیم. خدا میفرماید: انما اموالکم و اولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم. قبلا به توضیح دادم اما اینجا خوب هست که متن آیه هم خونده بشه. انما اموالکم، بدون شک اموال شما، مال شما، ثروت شما که همیشه به فکر ازدیاد اون هستید و همچنین به فکر این هستید که مبادا ضرر بکنید و کم بشه، و همچنین فرزندانتان، تأمین مخارج اونها و هزینه هایی که اونها دارند و مشکلات دیگه، فتنه هستند، محل برای آزمایش شما هستند. بسا کسان در زمانی که مالی ندارند و آسوده حال هستند، همیشه عبادت خدا را انجام بدن، به یاد خدا هستند، اما زمانی که مال به اونا داده شد، اونا مورد آزمایش قرار گرفتن، اینجا هست که خداوند فراموش میکنن. اینجا هست که چنان در بحث مال و سرمایه غرق میشن، اونا رو غافل میسازه که کلا همه چیز را از یاد میبرن. والله عنده اجر عظیم. برای کسانی که از این فتنه، از این آزمایش، یعنی با وجودی که محبت فرزند در به دل دارن، اما باز هم بحث معنویات که پیش می آید، تربیه اون و همچنین
بحث دیندار بودن و به مراتب از محبتی که بودارن او بیشتر به از اون اهمیت داره. به خاطر صبح زود و سحرگاهان به خاطر محبت فرزند در اجازه نمیدم که او بخوابه و نماز صبح قضا بکنه. این محل فتنه هست. پدری که به خاطر اینکه محبت داره و پسر آرام خواب هست و پسر به نماز صبح بیدار نمیکنه، گویا که در این آزمایش و در این فتنه شکست خورده. و کسی که بتونه از این آزمایش سربلند بیرون بشه، عندهو در نزد خداوند اجر عظیم، صاحب پاداش خوبی است. در قسمت اولاد مشهورترین و شاید یکی از واضح ترین مثال ها بحث حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام هست که بعد از سالها صاحب فرزند شد و شدیدن هم فرزند دوست داشت. وقتی که خداوند به اون فرمان میده که این فرزند رو قربانی بکن، محبت فرزند اینجا گویا ابراهیم در چه قرار میگیره؟ در یک آزمایشی، یک فتنه ای. در اینجا هست که حضرت ابراهیم علیه السلام سربلند بیرون میشه. چرا؟ چون محبت فرزند باعث این نشد که او از این امتحان ناموفق بیرون بشه و امر خدا در برابر محبت فرزند، امر خدا رو ترجیح داد و محبت فرزند رو زیر پا گذاشت و اون غریزه انسانی و که محبت به زن و فرزند هست او رو اصلا قربانی کرد. این بود حکایت امروز، بیان بعضی از موضوعات عرفانی و همچنین بحث اجتماعی. تا حکایت دیگر و برنامه دیگر، شما خوبان بیننده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. روز و روزگار بر شما خوش. از گزند حوادث ایمن باشید.